شاید برای خودتون یا خیلی از اطرافیانتون این سوال پیش اومده باشه که فرض کنیم یه دندونی رو دیگه قابل نگهداری نیست، به هر علتی باید این دندون کشیده بشه و با ایمپلنت جایگزین بشه. سوال اینجاست که آیا مثلا بهتره که این دندون کشیده بشه، خارج بشه و بعد از یه مدت ایمپلنت انجام بشه، یا اینکه نه، همون لحظه که دندون رو کشیدیم میتونیم ایمپلنت رو هم بذاریم. امروز میخوایم تو این ویدیو این مسئله رو با هم دیگه یه بررسی مختصر خیلی کوتاه بکنیم، صحبت کنیم راجع به این موضوع و در ادامه یک فیلم از انجام یک ایمپلنت فرش ساکت، یعنی همون لحظه که دندون رو در آوردیم ایمپلنت رو گذاشتیم، یه فیلم هم جراحی هم با هم دیگه خواهیم دید. فکر کنم ویدیو جذابیه، سعی می‌کنم خیلی طولانی نشه، ولی بریم با هم دیگه ببینیم. سلام، اینجا کانال لذت دندانپزشکی و من دکتر افشین کاوسی با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو هم فشار بدید، لایک و کامنت هم یادتون نره. اما بریم سراغ ایمپلنت های کاشت فوری، یعنی چیزی که ما اصطلاحاً دندانپزشکا بهش میگیم ایمپلنت های فرش ساکت، یعنی اینکه اون دندون که از حفره خارج میشه بلافاصله ایمپلنت رو میذاریم. مزایایی داره این روش. مزیت عمدهش اینه که انجام این روش اولا در زمان خیلی صرفه جویی میکنه، یعنی اگه ما بخوایم مثلا چند ماه صبر بکنیم تا اون حفره دندانی در واقع بهبود پیدا کنه، استخوان سازی بشه و بعد تازه بریم ایمپلنت رو بذاریم، یه 3-4 ماه زمان از دست میدیم. با این روش ما بلافاصله ایمپلنت رو میذاریم و تا 3-4 ماه دیگه که میخوایم صبر بکنیم دیگه آماده شده، ایمپلنت رو پروتزش رو به بیمارمون تحویل دادیم، رفته. یکی این مزیته. اما یه موضوعی که شاید خیلی از این هم حتی یه جورایی مهمتر باشه اینه که با انجام ایمپلنت بلافاصله بعد از کشیدن دندون یا همون ایمپلنت فرش ساکت، در واقع ما کاری که میکنیم بافت نرم و استخوانی که باقی مونده از محل کشیدن دندون اینو حفظ میکنیم، بهتر حفظ میشه این استخوان و این بافت نرم. و این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه که اولا ظاهر دندون نهایی، ایمپلنت نهایی، پروتزی که تحویل بیمارمون خیلی طبیعی‌تر میشه، گیر غذایی خیلی کمتر میشه، لثه‌ها شکل خودشون رو حفظ میکنن، استخوان خیلی تحلیل نمیره و لول دندون بالا دندون کناری تغییر نخواهد کرد. کلی مزیت داره این ایمپلنت فرش ساکت، اما یه سری محدودیت‌ها هم براش داریم که باعث میشه که در همه کیسی نتونیم این کار انجام بدیم. این محدودیت‌ها مثلا چی هستند؟ یکی از این محدودیت‌ها اینه که مثلا اون دندونی که قرار خارج بشه به شدت عفونی باشه، ترشح چرک داشته باشه، عفونت داشته باشه. خب تو اینجور شرایط ما اگه دندون رو در میاریم و ایمپلنت رو به جاش بذاریم، احتمالی که این ایمپلنت هم عفونی بشه و ایمپلنت اون پس بزنه خیلی زیاده. موضوع دوم اینه که در محل دندونی که میخوایم بکشیم تخریبای خیلی وسیع استخوانی اتفاق افتاده باشه و نیاز به گرفت‌های خیلی وسیع داشته باشه. اینا توی شرایطی که احساس میکنیم ایمپلنت اون گیر لازم رو نخواهد داشت در حفره دندانی، اینجا ما سعی میکنیم که اول پیوند استخوان گرفته رو انجام بدیم، صبر بکنیم، بعدا ایمپلنت رو بزنیم و بلافاصله نریم سراغ کاشت ایمپلنت. موضوع بعدی که خیلی مهمه، یه وقتا یه دندونی خیلی دندون بزرگی، ریشه بزرگی داره و وقتی ما اینو خارجش میکنیم، حفره که باقی مونه ایمپلنت توش گیری نداره، نمیشه ایمپلنت توش گیر بدیم. توی جون مواردی هم ناگزیریم صبر بکنیم تا مقدار حفره ترمیم بشه، استخوان سازی دوباره اتفاق بیفته، یه 3-4 ماه صبر بکنیم و بعدش ایمپلنت رو قرار بدیم. خب اینا یه چند مورد از مواردی بود که در این موارد ما نمیتونیم به صورت فرش ساکت و بلافاصله ایمپلنت رو بذاریم و باید دندون رو بکشیم و صبر بکنیم یه مدتی و بعد از اینکه استخوان سازی انجام شد بریم ایمپلنت رو بذاریم. برسیم به اون قسمت برنامه که بهتون گفتم الان میخوایم با هم دیگه یه جراحی ایمپلنت انجام بدیم، با همدیگه از نزدیک یه فرآیند جراحی فرش ساکت رو با همدیگه ببینیم مراحلش چطوری هستش. خالی از لطف نیست، بریم با هم ببینیم. خب این رادیوگرافی در واقع CBCT بیمار قبل از انجام جراحی هستش که با هم داریم نگاه میکنیم و دندونی که به دلیل ایجاد شکستگی در طوق دندون متاسفانه قابل نگهداری نیست و میبایستی خارج بشه و با ایمپلنت جایگزین بشه. خیلی خب، شروع انجام یک جراحی ایمپلنت فرش ساکت معمولا با کشیدن اون دندون عرض کنم که مورد نظر ما شروع میشه که این دندون رو باید خیلی بدون تروما به راحت ترین حالت ممکن خارج کرد که معمولا در این موارد از پریوتوم ها استفاده میکنیم برای اینکه دندون رو تا حد ممکن به قولی لقش کنیم که بتونه راحت خارج بشه بدون اینکه آسیبی به بافت‌های اطراف خودش خصوصا بافت استخوانی وارد کنه. همونطور که می‌بینید دندون به راحتی خارج شد و حفره باقی مونده هم یه مقدار مختصری کورتاژ میشه. این که الان داریم میبینید در واقع راهنمای جراحی هست که از قبل ساخته شده به روش دیجیتال و برای هدایت دریل ها در مسیر صحیح برای قرار دادن ایمپلنت مورد استفاده قرار میگیره به این شکلی که دارید میبینید. ببینید وقتی که دریل قرار داده میشه در داخل این اسلیو و این اسپون، دیگه فقط در یک مسیر قابلیت انجام استوتومی رو داره و دیگه جابجا نمیشه و ایمپلنت در درست‌ترین مسیری که از قبل براش تدارک دیدیم قرار میگیره. در نهایت بعد از انجام عمل استوتومی یا تهیه حفره مناسب برای ایمپلنت، اون فیکسچر یا همون ایمپلنتمون رو به آرامی در داخل حفره قرار میدیم. همونطور که قبلا گفتم برای انجام ایمپلنت فرش ساکت ما باید به یک گیر مناسبی برسیم، یعنی ایمپلنت با یک گشتاور مناسبی در داخل استخوان قرار بگیره که اینجا میبینیم که خیلی گشتاور خیلی خوبی هم گرفتیم، حدود 45 نیوتن. در نهایت بعد از اینکه ایمپلنت رو قرار دادیم، فضای خالی بین فیکسچر یا همون ایمپلنتمون با استخوان‌های اطراف با استفاده از ماده آلوگرافت پر میشه و در واقع پیوند استخوان حتما در این ناحیه انجام خواهد شد. انجام این کار برای حفظ استخوان باقی مونده و بافت نرم خیلی حساس و حیاتی هستش. توی یه سیستم هایی مثل همین سیستم نئودنتی که ما استفاده میکنیم، یک سری هیلینگ اباتمنت هایی دارن که اینها کاستمایزبل هست، یعنی میتونیم روشون خودمون تغییر ایجاد کنیم. خب این چه مزیتی داره؟ اینه که با اضافه کردن کامپوزیت به این هیلینگ ها ما میتونیم دقیقاً یه هیلینگی رو در واقع برای بیمارمون قرار بدیم که در اون شکل اون دندونه اورجینالمون رو میتونه بازسازی بکنه، اون شکلی باشه دقیقاً، برای اینکه بعداً اون پروتز اصلی که میخوایم قرار بدیم در واقع شکل مناسبی داشته باشه، شکل همون حفره دندان در واقع اورجینال رو بتونه بازسازی بکنه. و همین خاطر ما با استفاده از این باند نسل 8 به اینها مقداری کامپوزیت اضافه میکنیم و شکل میدیم تا اینکه به اون شکل حفره اصلی خودمون دوباره برسیم. سیستمی که استفاده میشه برای اینجور ایمپلنت ها اگر در واقع اینجور اباتمنت هایی داشته باشه که قابلیت کاستماایز شدن رو داشته باشه برای بیمار، خب طبیعتا نتیجه کار خیلی بهتر و قشنگتر خواهد شد و در نهایت پروتز نهاییمون هم به لحاظ زیبایی هم به لحاظ اینکه گیر غذایی نداشته باشه و به قول دندانپزشک ایمیجز پروفایل مناسبی داشته باشه بسیار بسیار مناسب خواهد بود. در نهایت بعد از اینکه این کامپوزیت ها رو اضافه کردیم به هیلینگمون، هیلینگ رو سر جاش قرار میدیم و میبندیم تا اینکه فرآیند در واقع هیل شدن یا عرض کنم که بهبود لثه آغاز بشه و ایمپلنت در نهایت در حدودش 2 ماه آینده به جایی برسه که در واقع ما بتونیم برای پروتزش در نهایت اقدام کنیم. خیلی خوب، همطور که میبینید دیگه الان هیلینگ ما در واقع اون حفرمون رو برامون حفظ میکنه و اون شکل دندونمون باقی خواهد ماند تا روزی که برای پروتز نهاییمون اقدام کنیم. در نهایت هم با گرفتن یه رادیوگرافی پایانی وضعیت ایمپلنتی که قرار دادیم و بافتای اطرافش رو چک میکنیم. خب دوستان، جراحیمون تموم شد. دیگه این بیمار تقریبا هولوش 3 ماه دیگه تا 4 ماه دیگه ما این اصلا هیلینگی که بستیم رو که کاستومایزش هم کردیم دیدیم، اینو در میاریم و با یه پروتز دائمی براشون جایگزین میکنیم و مطمئن هستم که خیلی شکل، کانتور و ظاهر بسیار بسیار طبیعی و خوشگلی خواهد گرفت. امیدوارم هیچ وقت دندوناتون انقدر خراب نشه که نیاز به ایمپلنت این داستانا پیدا کرده باشین، ولی با پیشرفت‌های دانش ایمپلنت علاوه خصوص در زمینه دندانپزشکی دیجیتال این روزا واقعا دیگه خیلی نگرانی بزرگی برای ما ایجاد نمیکنه از دست دادن یک دندون. امیدوارم که دلتون خوش باشه. مراقب گلدون اطلسیتون باشین و تا برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم. روز و روزگارتون شاد.